سپاس آقای رئیس. مکاتبات با دولت‌ها با هدف افزایش آگاهی و بهبود وضعیت حقوق بشر صورت می‌پذیرد، ولی پاسخ بعضی دولت‌ها مانند جمهوری اسلامی ایران مبهم، ناقص و بر اساس اطلاعات‌های دستکاری شده است. یکی از این مکاتبات با ایران در مورد زندانیان عقیدتی آقای اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه، و خانم سپید قلیان، دانشجویی که اعتراض کارگران را زمانی که آنها حقوقشان را برای ماها دریافت نکرده بودند ثبت کرد بود. آقای اسماعیل بخشی به طور بی‌رحمانه شکنجه شد و زمانی که با قید وثیقه‌اش آزاد شد، وقوع شکنجه‌های جانفرسا علیه خود را علنی کرد و خانم قلیان هم به افشای عمومی شکنجه‌های روانی که شده بود پرداخت. هر دوی آنها به این دلیل دوباره بازداشت شدند. به شکایت رسمی خانم قلیان و آقای بخشی در رابطه با شکنجهشان هنوز رسیدگی نشده است. با وجود اینکه روند بررسی پرونده‌های این دو به اتمام رسیده است، آنها همچنان در زندان نگه داشته می‌شوند و هنوز وکیل‌هایشان را ملاقات نکرده‌اند. خانم قلیان به زندان دیگری در ورامین منتقل شده است که آن زندان به شرایط زندگی غیر انسانی معروف است و او در بند مجرمان نگهداری می شود. پرداخت دستمزد آقای بخشی نیز متوقف شده است. ممنونم آقای رئیس.